الله الله سبحان الله، الله الله والحمد لله، الله يا الله سبحان الله، الله يا الله والحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على اعدائهم معداء الله بارزوی توفیق و سعادت خوشبختی و عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان ادامه مباحث مربوط به امکان نسخ قرآن کریم رو خدمت شما بیان می‌کنیم شبهات در ذهن کسانی بودند که بر اساس اون شبهات آمدن نسخ رو در آیات شریفه قرآن کریم ممکن ندانستند که دو تا از این شبهه رو در جلسه گذشته مطرح کردیم و شبهه سوم هم در واقع به گونه مطرح شد ولی عبارتش بقیمون که در اون شبهه سوم بیان میکند که وقتی اگر شما میایید نسخ رو مطرح میکنید خب ما سوال میکنیم که این نسخ رو که کسی مثل شارع میآید مطرح می کند آیا او به مدت زمان حکم قبلی که نسخ میشه آگاهی داشته یا آگاهی نداشته است اگر بگویید آگاهی نداشته است خود این نشان میدهد که به اصطلاح بدا هست و بدا باطل هست که نسبت به شارع مقدس نمیشه این نسبت را داد که بگیم شارع یک حکم را بیان کرده است نمیدونسته که این حکم تا کی دوام پیدا میکند اما اگر بیایید بگید نه شارع میدانسته است که مدت زمان این حکم محدود هست تا یک زمان است بعد حکم دیگه به جای اون می آید خب اگر این رو بیان بکنید در نص ما میگیم خب این همان تخصیص دیگه خب پس چرا اسم این رو میگذاره نص بگید که شارع آمد یک حکم رو بیان کرد و ظاهرا این حکم به اصطلاح بگونه بود که ما میگفتیم دوام داره ولی شارع خودش میدانست که این دوام نداره بعد وقت اون حکم ناسخ آمد در واقع مراد اصلی شارع رو بیان کرد و این شد تخصیص دیگه که جوابش رو مطرح کردیم که تفاوت است بین نسخ و تخصیص در نسخ حکمی که ثابت هست به گونه هست که اگر مانعی از خارج نیاید این حکم طبیعتا باید دوام استمرار داشته باشد نه مثل این که مثلا حالا وقتی از احکام وضعیه مثل ازدواج مثلا عقد نکاح رو میخواییم بیان بکنیم میگیم این عقد نکاح به گونه هست که اگر مانعی پیش نیاید این تا آخر عمر انسان باید باشد دیگه این زوجیتی بین زن و شوهر تا آخر زندگیشون باید دوام داشته باشد اما اگر یه مانعی پیش آمد حالا طلاق رخ داد فوت پیش آمد خب اون زمان به خاطر یک مانع دیگر هست نسخ یک همچنین حالتی داره که طبیعت و ذاتش اقتضای دوام استمرار رو دارد اما ناسخ میآید اون رو میگه که تو باید دیگه از این به بعد دوام استمرار نداشته باشی برخلاف تخصیص که در تخصیص از همون اول وقتی یک عام مطرح می شود خب بگونه هست که انسان تا حد زیادی متوجه می شود که این عام با این گستردگی خودش منظور شارع نیست باید منتظر بمانیم که مقصد اصلی شاره توسط دلیل خاص بیان بشود که وقتی دلیل خاص می میگیم ها منظور از عامی که قبلا هم بیان شده بود همین خاص بوده است که حالا بیان شد پس تفاوت هست بین خاص و آم بین, خاص بین تخصیص و بین نسخ که به این شکل میفرماید اون شبههی که مطرح شده بود که تفاوتی نیست ما میگیم نه تفاوت کاملا آشکار هست اما شبهه چهارم تا این شبهه اول دوم و سوم راجع به نسخ به صورت مطلق بود یعنی حتی ما در مورد ادیان گذشته میتونیم همین شبهات رو مطرح بکنیم ولی در شبهه چهارم یک شبهه مخصوص نسخ در مورد آیات شریفه مطرح می شود که بر اساس اون خب آمده است برخی از فرقه های کلامی مطرح کردند که قرآن کریم به عنوان اینکه کلام الهی هست خب برخی از فرقای کلامی اهل سنت کلام الهی را قدیم می دانند خود جز اون قد قدم سمانیه قدیم های هشتگانه که قدیم به خاطر این که از به قدیم هست و وجودشون از خودش هست و دیگه در مورد اونها نمی شود خلاصه تغییر و نسخ و رفع رو بر مطرح کرد از این جد بیان می‌کنم که چون آیات شریفه قرآن کریم کلام الهی هست و کلام الهی قدیم هست پس در مورد اونها نسخ امکان ندارد این حرفی است که برخی از به اصطلاح متکلمین اهل سنت بیان میکند مثلا نظیر شاعره ولی مرحوم مزفر بیان میکند که خب اولا ما این فرض رو این نظریه رو نمیپذیریم که کلام الهی رو به اصطلاح قدیم بدانیم و در مورد قدیم هم بگوییم که تغییری و تبدیل رخ نمیدهد این نظریه رو نمیپذیریم حالا بر که بپذیریم که بگیم کلام الهی قدیم هست خب لاقل میتوانیم بگوییم که در نسخ تلاوتش رو ممکنه ما بگیم که اشکال نداره چون کلام هست کلام الهی هست تلاوتش رو نمیشه گفت که برداشته بشود نسخ در تلاوت رو ممکنه ما بپذیریم اما به معنای این نیست که حکمی که در این تلاوت در این آیه آمده اونم به اصطلاح تغییر نکند خب اون چیزی که دلیل بر بطلان اصل, اصل نسخ هست همون تلاوت هست اما نه حکم با این که در مورد خود آیات شریفه قرآن کریم هم آیاتی وجود دارد که این نظریه به اصطلاح قدیم بودن کلام الهی را و همچنین قابل نسخ نبودن آن را بر می دارد که آیاتی بود که به بدل نوای تمکان آیه که خودش نشان می‌دهد ظهور در این که آیات امکان جابجایی دارد، امکان نسخ شدن را دارد. خب به هر صورت ما باید بر اساس همین ظهوری آیات شریفه قرآن کریم یا باید از اون قدیم بودن کلام الهی دست برداریم. و یا اگر هم قدیما میدانیم به این مطلب باید از آن بکنیم که میشه حتی شیء قدیم هم امکان رفع داشته باشد که در نص همین حرف را ما بیاییم مطرح بکنیم بعد از آنکه که این چهار تا شبه مطرح شد در مورد امکان نسخ و همه هم جواب داده شد به نحو امکان نسخ به اثبات میرسه که ما میتوانیم آیات را نسخ بکنیم بعد از امکان نسخ حالا نوبت میرسد در باره خود وقوع نسخ که حالا آیا در آیات شریفه قرآن کریم هم نسخ واقع شده است یا واقع نشده است که مهم هم همین مطلب هست که اشان میفرماید وقتی ما راجع به این وقوع نسخ میخواهیم بحث بکنیم چند نکته رو باید در داشته باشیم نکته اول این است که ممکن است در برخی از آیات قرآن کریم به سبب یک دلالت قطعی ما نسخ رو واقعا بدانیم مثلا حکم قبله یک از اون مواردیه که اول مسلمین به سمت بیت المقدس نماز میخاندن بعد این حکم برداشته شد به سمت قبله باید مسلمانان نماز بخوانند. خب در یک همچنین مواردی این نسخ رو ما میپذیریم و به دلیل این که به دلیل قطعی و یقینی این نسخ محقق شده است اشکالی در آن نمی بینیم اما در موارد مختلف دیگر هم هست که که دلیل قطعی بر, ام بر, امکان نسخ بر وقوع آن وجود ندارد خب در موارد دیگر که یقین داریم که اینجا نسخ نشده اون هم سر جای خودش هست بازم طبق همون یقین خود قائل میشیم که اینجا نسخ نشده است در موارد خیلی اندک که احتمال میدیم این آیات هم نسخ شده باشد یا نسخ نشده باشد این جاهاست که ما میاییم بر اساس همون اصل عدم نسخ اون تعیینی تکلیف میکنیم وظیفه خود رو مشخص میکنیم و بیان میکنیم که اینجا هم نسخ وجود ندارد که در خلاصه میشه به این شکل خلاصه کرد که در بحث وقوع نسخ در جاهایی که دلیل قطعی صد درصد داشته باشیم بر وقوع نسخ اون رو میپذیریم هیچ اشکالی ندارد پذیرش اون مشکلی به وجود نمیاره اما در غیر اون مواری در جای دیگر نسخ را با دلیل به اصطلاح غیر قطعی نمیپذیریم و هر کجا هم شک کنیم که نسخ شده یا نشده با عدم نسخ اون رو می توانیم برداریم و همچنان اون رو نسخ نشده در نظر بگیریم این کل حرف است که در این بحث مطرح شده است حالا جزیات دیگه هم انشاءالله هست که در بیانی عبارت مطرح خواهیم کرد پس اول از همون عبارتی که شبهه سوم رو مطرح میکند در امکان نسخ این رو خدمت شما عرض میکنم که میفرماید سوم وقیل اذا کان نسخ با قلتوم میگه حالا کسی که منکر امکان نسخ هست میگه اگر نسخ همون گونه که شما گفتید لعجب انتهای عمد المسلحه باشد که گفتید که مخت مسلحت یک حکم تمام میشه حکمش میشم تمام می شود خب فینتهی امد الحکم به انتهای به آ وقتی انتهای مسلحت فرا رسید حکمم به پایان می رسد اگر نسخ این باشد فا این حالا اگر نسخ همین بود حالم همین گونه بود که شما گفتید اما یکون و شار اون قد علم به انتهای عمد المسلحه من اول الامر و اما یکون و جاهلن به حالا سوال میکنیم میگیم این شارعه ای که میآید حکم قبلی را برمیدارد و به جای آن یک حکم دیگر را میگذارد این شارعه ای که نسخ کننده هست حالا عالم هست به مدت زمان اون مسلحت از اول امر یا نه این از اول وقتی مثلا حکم قبله به سمت بیت المقدس قرار داده بود آیا میدانست که این حکم تا چه زمانی هست یا نه از اول نمیدانست خب لا مجال الثانی نمی شود گفت که بگیم از اول نمیدانست. خب چرا؟ لان ذالک مستحیل فی حق تعالی به خاطر این که اگر بگوییم خداوند یک حکمی را بیان داشته در حالی که نمیداند تا چه زمانی این مصلحت درش هست و تا چه زمانی اعتبار دارد این اگر بخوایم در مورد خداوند متعال بگیم کاملا یک امر محال هست و هو البداء الباطل المستحیل که این همون بدای باطل هست بدا هم به معنای همین است که شاره یک حکمی رو بیان بکند بدون اینکه بداند این حکم تا که اعتبار دارد بعد یک مرتبه برایش تصمیم عوض بشود خب بعد بیاید اونو تغییر بدهد میگیم این حرف در مورد خداوند متعال محال هست و نمیشه این رو در مورد شارع مقدس بیان کرد خب وقتی این محال شد فیتعین الاول پس تعیون پیدا میکند که نهاز همان عالم به مدت زمانی تعیون پیدا میکند که بگوییم که شارع میدانسته است که حکمی که برای یک موضوعی بیان میکند تا چه زمانی دارای مسحت و دارای اعتبار بوده است خب وقتی این معین شد و علیه ف الحکم فی الواقع موقتا خب در این صورت میگیم اون حکم نسخ شده حکمی که برداشته شده این حکم از همون اول به صورت موقتی آمده بود و این انشه اون ناسخ مطلقا فی الظاهر هرچند ناسخ یا شاره وقتی اون رو بیان میکرد خب به صورت مطلق بیان کرده بود نه به صورت مقید به یک زمان خاصی خب در ظاهر ما این رو فکر کردیم که این برای همیشه است اما شاره میدانسته که برای همیشه نمیتونه باشد و یکون و دلیل علی النسخ فی الحقیقه و کاشفا عن مراد ناسخ حالا دلیلی که بر نسخ آمده ما این رو میگیم ناسخ اما این یک دلیلی هست که در واقع مبین یعنی بیان کننده هست و کشف کننده است از مراد ناسخ که میآید بیان میکند که ناسخ از همون اول از همون اول در واقع شارع میدونسته که این حکم به صورت موقتی و به صورت تا یک زمان خاصی خواهد بود و ها هو معنی تخصیص این همون معنای تخصیص هست خب کسی که این شبهه رو مطرح کرده در واقع می خواهد بیان بکند که شما تخصیص را آوردید اسمش رو گذاشتید نسخ خب چرا نمیگید تخصیص؟ خب ما منکر تخصیص نیستیم خب غایت الامر یکون و تخصیصن به حسب الاوقات من تا در اینجا تخصیصی که مطرح می شود در بحثی که شما میگه نص ما میگیم تخصیص به حسب وقت به حسب زمان هست همون گونه که تخصیص گاهی به حسب حال و ویژگی های دیگر هست گاهی به, زب... به حسب زمان هست که زمانش به پایان می رسد و این حکم برداشته می شود لل احوال نه به حسب حالات فلا یکون و فرق بین نسخ و تخصیص الا به تسمیه کسی که شبهه را مطرح می کند حرفش این است که پس بین نسخ و تخصیص جز نامگذاری تفاوت دیگه باقی نمی ماند. خب منظور این شبه سوم هم همینه که شما آمدید یک حرف رو مطرح میکنید که همان تخصیصه در تخصیص ما حرفی نداریم اما وقتی میایید نسخ میگید ما این نسخ را قبول نمی کنیم. اگر در همون حقیقتی تخصیص باشه اشکالی درش نمی بینیم. جوابی که مطرح میکند این است که میفرماید نحن نسلم ان الحكم المنسوخ ما میپذیریم که حکم نسخ شده ینتهی امدهو فی الواقع یعنی اون حکم نسخ شده دیگه مدت زمانش به پایان میرسه و الله و عالمون بنتهائه و خداوند هم عالم هست به پایان رسیدن آن ولیکن لیس معنا ذالک انه موقت اما معنای این حرف این نیست که اگر ما آمدیم گفتیم حکم منسوخ وقتش به پایان رسیده معنایش این باشد که این حکم از همون اول با همین قید موقت بودن جلد شده باشد نه معناش این نیست ای مقیدون انشاء بالوقت یعنی بگیم که در زمانی که انشاء شد و ایجاز شد و وضع شد با همین قید وقت خاص به اصطلاح این آمده باشد بل هو قد انشاء على طبق المصلحه مطلقا بلکه در واقع وقت انشاء شده بود بر اساس اون مصلحت به صورت مطلق انشاء شد هیچ قیدی وقت و زمان خاصی نداشت الا نحو القضايا الحقیقیه به صورت قضايا حقیقی همین گفته شده بود که تا هر زمانی که این موضوع با این شرایط وجود داشته باشد دارای همین مصلحت است و این حکم هم دوام خواهد داشت این گونه از اول بود فهو ثابت مدامت دامت المصلحه پس این حکم هم ثابت هست تا هر زمانی که این مصلحت وجود داشته باشد مثل بقیه احکامی که انشا میشه بر طبق مسلحت هایشان اون همین گونه است فلو قدر للمسلحه ان تستمیر حالا اگر ما فرض گرفتیم برای این مسلحت که این مسلحت استمرار داشته باشد بگیم مثل مسلحت برای همیشه هست خب لبق حکم مستمرا میتونیم بگیم که این حکم من برای همیشه خواهد بود غیر ان شار لما علم به انتهای عمد المسلحه حالا این که شار میداند به پایان رسیدن زمان مسلحت را بعد رفع الحکم و نسخه او خوب میآید شاره این را از یک باب دیگه رفع میکند و نسخ میکند وگرنه به مقتضای طبیعت این حکم و همون مصلحتی که در آن است نگاه کنیم این کاملا مشخصه که قابلیت ثبات و استمرار و بقای برای همیشه را دارد خب بر این اساس نسخ هم معنا پیدا میکنه نه اینکه این دقیقا همون معنای تخصیص باشد و ها نظیر و ایخلق الله الشی نظیر این از که خدای متعال یک چیز را بیافریند بعد ثم یرفعه به اعدامی بعد این رو نابود بکند برداره با نابود کردنش خب حالا وقتی نگاه میکنیم و لیس معنا ذالک معنای این حرفی نیست که ایخلقه موقتا بگیم خداوند این شی را وقتی آفرید با همین قید و خصوصیت این که تا این زمان به صورت معقد بیافریند با این قید آفریده باشد علاوه شن این که یکون و توقید قیدا للخلق که بگیم این وقت داشتنش هم جزء شرایط ویژه این بوده باشد که وقت وقت داشتن هم قید برای همین آفرینش بوده باشد و مخلوق به ما هو مخلوق یا به عنوان که این آفریده شده است با همین مدت زمان خاص خودش آفریده شده باشد و این علم به من الاول ان عمده ينتهي هر خداوند متعال عالم بود به او از اول همین که پایان میرسد بالاخره مدت آن منظور این است که خداوند متعال وقتی یک شی را آفریند یک زمان هست که با همین قید میآفریند که این آفریده یا این حکمی که وضع شده است با این قید زمانی تا این زمان خاص هست و یک مرتبه نه به این شکل نمی آفریند بلکه حکمی را که جل می کند شعی را که می آفریند به این معنی است که این قابلیت استمرار و دوام و بقار برای مدت های طولانی دارد خب ولی بعد در اثر تغییراتی که پیش می آید همون شعی را که قابلیت استمرار داشت اون رو بر می دارد خب این معنای نسخ است و من هنای از هر الفرق جریان بین النسخ و تخصیص خب میگه از اینجا ما باید فرق آشکار بین نسخ و تخصیص رو به خوبی بشناسیم قبلا هم توضیح داد در جلسه گذشته اشاره شد در اینجا دوباره همون اونجا هم البته گفت که در ضمن اشکالاتی که بر این مطلب می آید ما بازم نسخ و تخصیص رو بیشتر توضیح میدیم حالا اینجا همون توضیح بیشتر رو میاره میفرماید فاین نه فی التخصیص یکون الحکم من اول الامر در تخصیص وقتی حکم گفت بیان می شود از اول امر وقتی انشه اما و مخصصن خب این حکم از همون اول وقتی این میشه ایجاد میشه با همین قید موقت بودن و مقید بودن خودش و مخصص بودن خودش وارد میشه با همین قید در واقع این صادر می شود ولکن اللفظ کان عام من هرچند لفظ به صورت عامی آم آمده به حسب ظاهر عام اما حقیقتا وقتی نگاه کنیم این قید مقید بودن و مخصص بودنش همراهش هست فیعت دلیل المخصص بعد وقتی این دلیل مخصص میآید آید فیکون و کاش فنن المراد این کاملا مرادون قبلی رو کشف می کند توضیح میده که اون مراد عامم عام به معنای دقیق نبود لا انه مزیل و رافع لما هو ثابت فی الواقع در تخصیص این گونه نیست که دلیل مخصص بیاید بگوید اون حکم قبلی را من زوالش رو آوردم یا بر رافع اون هستم در حالی که اون در واقع ثابت بود میگیم نه در واقع ثابت نبود در تخصیص در واقع هیچ گونه ثباتی رو نمیرساند و اما در نسخ نه فا این لما انشه الحکم مطلقا وقتی در نسخ یک حکمی به اسلام منسوخ انشا می شود یک حکم به صورت مطلق هم انشا می شود مقتضای این حکم این است که اید دوم باید دوام داشته باشد لو لم یرفعه النسخ اگر این حکم را ناسخ بر ندارد این حکم باید برای همیشه باشد فنس یکون محو لما و ثابت پس نسخ محو میکند اون شیئی را که ثابت هست بر اساس آیه شریفه که هم حل ما و یثبت خب این خداوند است که میتونه هر شیئی را اثبات بکنه هر اون شیء را نابود بکند لا ان دوام و استمرار مدلول لظاهر دلیل در ناسخ نمیگیم که دوام و استمرار مدلول ظاهر دلیل منسوخه نه ظهور نده بلکه واقعا هم همین گونه بوده که استمرار و دوام درش وجود داشته به حسب اطلاع خودش و عموم خودش و المنشع فی الواقع الحکم الموقت نمیگیم که در ناسخ اون چیزی که انشاء شده حکم موقتی هست تو میعت دلیل و ناسخ بعد دلیل ناسخ بیاید و کشف بکند از مراد از دلیل اول و اون رو تفسیر بکند نه ما در ناسخ این حرف رو نمیزنیم بلکه میگیم بل دوام من اقتضاع نفس ثبوت الحکم میگیم این دوامی که برای حکم منسوخ بود این دوام از خود ثبوت حکم به دست میامد من دون ان یکون لفظ و دلیل الحکم دالن علی بدون این که ما از اون دلیلش این دوام و استمرار رو بفهمیم که حالا به سبب عموم یا به سبب اطلاق نه از خود حکم فهمیده میشه که این حکم دوام داشته باشد و استمرار داشته باشد نه مثل اون ظهوری که عام و به اصطلاح مطلق دارد نه از ثبوت خود حکم یک طبیعت حکم همینه که باید استمرار و دوام داشته باشد به عبارت دیگر می یعنی این که حکمی که انشا می شود لو خلیه و طبعه اگر ما همین حکم انشا شده را در بنسوخ به حال خودش رها بکنیم با قطع نظر از دلالت دلیلش اگر به همین طبیعت این حکم نگاه کنیم لدام و استمر این حکم باید دوامدار و استمراردار باشد مالم یعتمای و و یرفعوه تا زمانی که مزیل و زوال دهنده آن و رفع کننده آن نیامده باشد این طبیعتش دوام استمرار هست مثل بقیه موجوداتی که اختزا دارد به طبیعتشان استمرار و دوام را وقتی ناسخ یک همچنین به اصطلاح دلالتی را دارد و تخصیص هم یک همچنین دلالتی را دارد کاملا تفاوت اینا مشخص می شود این سه تا شبه در مطلق نسخ بود چه در اسلام چه در ادیان گذشته اما بیاییم شبهه چهارم را که مخصوص قرآن کریم هست این رو مطرح کند که و در شبهه چهارم میگوید که کلام الله تعالی قدیم هست حالا آیات شریف هم جز کلام اللهی است کلام الهی هم قدیم و قدیم هم امکان تصور رفت درش وجود ندارد چرا؟ چون اینا حادث نیست وقتی حادث نیست دیگر رفتش هم نمیشه بیان کرد قدیم از اول بوده و خواهد بود این گونه هست جوابی که میداد این است که بعد از تسلیم این فرض که حالا در جای دیگه مطرح میکند که اصلا ما این حرف رو نمیپذیریم که کلام الهی قدیم باشد به خاطر اینکه در واقع این حرف رو ما در جای خودش در فلسفه و همچنین علم کلام مطرح میکنیم که این حرف درستی نیست حالا بر فرض بپذیریم که کلام خدا قدیم باشد و هو قدم و کلام الله تعالی که بپذیریم این رو و این نهاد یختص یختست و به نسخ تلاوت نهایت این شبه یک شما مطرح میکنید در مورد این نسخ تلاوت شاید راه داشته باشد که بگیم تلاوت آیه نباید نسخ بشود چرا؟ چون اون قدیم هست فلا یکونو دلیلن علی بطلان اصل نسخ اما این که دلیل بر بطلان اصل نسخ نمیشود تلاوتش رو نگه میداریم اما حکم رو برمیداریم خب چی اشکال دارد؟ مع و قد تقدم من نسل القرآن الكريم. خب حالا حتی در مورد تلاوت هم ما میتونیم بعد از خود قرآن کریم دلیل بیاریم که ما یدلو علا امکان نسخ تلاوت که میگیم در خود تلاوت هم امکان نسخ وجود دارد و این لم یکون سریحا فی وقوعه خب هرچند در وقوعش سراحت ندارد اما امکانش کاملا ازش فهمیده میشود و ما هم که فعلا در امکان بحث میکنیم خب پس از اون آیات امکان کاملا به دست میآید مثل قول تعالی که وقتی میفرماید و اذا بدلنا آیه مکان آیه خب اگر آیه در جای دیگه تبدیل بدیم تغییر بدیم خب چی اشکال پیش می هیچ مشکلی در این جد اشان بیان میکند که وجودی ندارد فهو و این معیدول علا ان کلامه تعالی غیر قدیم حالا این آیاتی که امکان نسخ رو بیان میکند یا دلالتش بر اینه که کلام الهی قدیم نیست که اشاعره میگن قدیم ما میگیم نه قدیم نیست یا نه یا این که میگیم قدیم یمکن رفع میگیم اگر قدیمم باشد باز هم با یک دلیل قطع قابل رفع خواهد بود مضافن الا انه لیس معنا نسخ و تلاوه رفع اصل کلام علاوه بر این که حالا وقت ما قائل بشویم به نسخ تلاوت ما که اصل کلام رو که رفع نمی کنیم ما اصل کلام را همچنان سر جای خودش محفوظ میدانیم بلکه می‌گیم رفع و تبلیغه بلکه میگوییم که تلاوت سر جای خودش آیات سر جای خودش مونتا ما میاییم حکمش رو نصف میکنیم یعنی میگیم دیگه بعد از این عمل کردن بر طبق این آیه لازم نیست تبلیغش رو رفع میکنیم و قطع علاقه مکلفین به تلاوتش میکنیم میگیم حالا تلاوت بکنید اما دیگه هیچ ربطی به شما ندارد این نسخه که ما ممکن دنبالش باشیم بعد از آنه که این چهار تا شبه رو که در رد امکان نسخ بود رد کرد در واقع امکان نسخ در آیات اثبات میشه و برحله بعد وقوع نسخ قرآن کریم هست که ببینیم آیا واقع هم شده یا نه خب و در اینجا میفرماید که وقوع نسخ قرآن و اصل عدم نسخ را باید بحث بکنیم که هذا هو الامر الذي يهمنا اثباته من ناحیت اصولیه از نظر علم اصول خب این مهمه که ببینیم در کجای از قرآن کریم ناسخ و منسوخ وجود داره و کجاها وجود ندارد ولا شک بدون شک در این که قد اجمع علماء الامه الاسلامیه علماء امت اسلامی اهم شیعه و سنی اجماع دارند بر این که صحیح نیست ما حکم به نسخ آیه از قرآن کریم رو به اصلاح نسبت بدیم بگیم آیه نسخ شده مگر اینکه که دلیل قطعی بران داشته باشیم خب بدون دلیل قطعی نمیتونیم آیه را بگیم نسخ شده است سواء اون کان نسخ به قرآن ایزن او به و به اجماع حالا فرق نمی کند این ناسخ که یک آیه رو میخواد نسخ بکند خود قرآن باشد یا نه سنت و روایت باشد یا اجماع باشد هر کدام باشد باید حسمن دلالت قطعی و یقینی داشته باشد این یک اجماع کما انه مما اجمع علیه العلماء و نکته دومی که باز هم اجماعی هست و همه علما به اون قبول دارن اون رو این است که در قرآن کریم ناسخ و منسوخ وجود دارد این رو هم میپذیریم این گونه نیست که بگیم به هیچ وجه ناسخ و منسوخ در قرآن نیست نه آیات هست منسوخ شده آیات هست که نسخ کننده اون آیات قبلی هست و کل قطعی لا شک کفی در این دو قسمت ما شک نداریم هم در مورد این که نسخ باید به دلیل قطعی صورت بگیرد و دوم این که نسخ هم به دلیل قطعی در آیات صورت گرفته است ولیکن الذي هو موضع البحث و نظر حالا نکته ای که باقی میموند این است که تشخیص موارد ناسخ و منسوخ در قرآن که کجاها ناسخه کدوم آیه منسوخ است و اذا لم یحصل القطع بالنسخ و وقتی که ما قطع به نسل پیدا نکنیم یقین صد درصد به نسل پیدا نشود بطل و الاستلال علیه بالعدلت ذنیه المتقدم اگر یک دلیل زنی آمد گفت این آیه نسخ شده چون اجماع قبلی داشتیم اجماع قبلی می گفت شما به دلیل زنی که دلالت بر نسخ داشته باشد عمل نکنید خب به چه عمل کنیم؟ دلیل قطعی اگر دلیل قطعی آمد گفت این آیه نسخ شده بپذیرید اما اگر دلیل زنی آمد گفت نسخ شده اون رو نپذیرید و اما ما ثبت نسخ من حالا سبیل الجزم خب از اون مواردی هم که ثابت شده است که نسخ به دلیل قطعی و به صورت جزمی و یقینی ثابت شده است اونم میفرماید فهو موارد قلیل جدا خیلی کم مواردی مثلا به تعداد انگشتان دست هم شاید نرسد این تعداد کم است که لا تهمونا كثيرا، من ناحیت این فقهیت این استدلالیه لی مکان القطع فیها خب اونجا دیگه ما اصلا خیلی واردش نمیشیم به دلیل اینکه فایده زیادی برای ما ندارد از نظر فقهی به خاطر اینکه هر جا هم این است به اصطلاح نص صورت گرفته به دلیل قطعی صورت گرفته است که خب اون معتبره دیگه مشکلی در اون جد وجود ندارد و ف فالقاعده الاصولیه بنابر این جاهایی که به سبب دل قطعی نسخ شده اونا رو که کنار بگذاریم ما بخیشون قاعده اصولی که نفع میرساند به ما به اون قاعده و نستخلصوها و و ما میتونیم اون رو خیلی خلاصه کنیم به صورت کوتاه بیان بکنیم این است که میگیم این ناسخ انکان قطعی هن اخذنا بهی و میگیم ناسخ اگر دلیل قطعی بود حالا آیه قطعی بود روایت قطعی بود اجماع قطعی بود خب هر دلیل قطعی بود گفت ناسخم و فلان آیه رو میخوام نسخ بکنم اون رو میپذیریم قبول میکنیم و بهش عمل میکنیم و این کان ظنی اما اگر یک دلیل زنی آمد گفت من میخوام نسخ بکنم آیه را میگیم فلا حجت فیه هیچ اعتبار ندارد ولا یصح الاخذ به و نمیشه به اون عملم کرد خب این رو میذاریم کنار لما تقدم من الاجماع به خاطر اینکه گفتیم اجماع وجود دارد بر عدم جواز حکم به نص مگر به دلیل قطعی گفت غیر از دلیل قطعی ادعا بکند که من میایم مثلا نص میکنم فلان آیه را شما اون رو دیگر بهش اعتنا نکنید و لذا اجمع الفقها من جمعی توایف المسلمین و به خاطر همین نکته اجماعی که وجود داره فقها هم از تمام توایف مسلمین اجماع کردند بر اینکه هر زمانی دلیل قطعی صد درصدی بر نسخ نداشته باشیم اصل عدم نسخه این حتی در جایی هم که ما شک کنیم که اینجا نسخ وجود دارد یا ندارد اصل عدم نسخ را جاری میکنیم در صورت شک در نسخ و اجماعهم هذا ليس من جهت ذهابهم الى حجت الاستصحاب میگه این ذهاب این دلیل مدرکه که فقهای ما رفتن که اصل عدم نسخ را جاری میکنن خب دلیلشون هم حجت استصحاب نیست که بگویند استصحاب کند عدم نسخ را نه حتی اگر عدم نسخ اصلا به استصحاب هم قائل نباشند لذا می که ما رو به مایت و بعضهم که بعضی آمدن گفتن این عدم نسخ را به خاطر استصحاب حالت قبلیه خب و این رو کسانی میتونن بپذیرن که استصحاب رو حجت بدانن لذا کسانی هستن که استصحاب رو حجت نمیدانن بعد بیایم بگیم خیلی خوب اونا باید این اصل عدم نسخ را هم نپذیرن میگیم نه اصل عدم نسخ غیر از اون استصحاب عدم هست که شان میفرماید بل حتی من لای اصحاب و لا یصحب الی حجت الاستصحاب بلکه کسانی حتی مثل مرحوم سید مرتزا صاحب معالم محقق اول که اینا قائل به حجت استصحاب هم نیستن حتی من لای از حبالا الاستصحاب اینایی که قائل به عدم حجیت الاستصحاب هم هستن یا قول و به اصالت عدم نسخ اینا هم این عدم نسخ را قبول دارن و لذاست که در هر موردی که ما شک در نسخ داشته باشیم اصل عدم نسخ یک اصل اجماعی هست که همه چی اونایی که استصحاب را قبول دارند چی ندارند، همه اصل عدم نسخ را قبول دارند و لذا میتونیم بر اساس اون از عدم نسخ را جاری کنیم و ما ذالک الا من جهت ها الاجماع و این قبولی صد درصد یک همه فقه رو قبول دارن که عدم نسخ جاری میکنن به خاطر اینه که همین اجماع داریم بر این که اشتراط علم در ثبوت نسخ یعنی باید نسخ توسط دلیل علمی که علم برای انسان حاصل بشود دلیل قطعی برای انسان بیاید و نسخ قرآن رو اثبات بکنند این رو میپذیریم اما در غیر دلیل قطعی در غیر دلیل علمی کسی دیگر با دلیل زنی و غیر علمی بیاید نسخ آیات رو مطرح بکنن به هیچ وجه قابل پذیریش نیست ولذا اون موارد را می توانیم از دادم نسخ جاری بکنیم و خلاصه بحثم همین شد که بنابراین در بحث آیات شریفه قرآن کریم که امکان نسخ گفتیم درست اشکال نداره در وقوع نسخ هم گفتیم که در برخ از موارد با دلیل قطعی اون آیاتی که ناسخ هست آیاتی که منسوخ اینا مشخص هست اما در بقیه موارد اگر آمدیم دلیل قطعی بر اثبات نسخ پیدا کردیم خب طبق اون عمل میکنیم اما دلیل زنی بیاید ادعای نسخ بکند ما به هیچ وجه به این دلیل زنی عمل نمی و به اصطلاح هر آیه‌ای که هر حکمی داشته باشد انشالله به اون آیه عمل می کنیم و اونا برای ما حجت خواهد بود به این ترتیب بحث باب اول که راجع به حجیت آیات شریفه قرآن کریم بود مطرح شد و درباره باره نسخ هم که گفتیم در کجاها احتمال داره نسخ شده باشد که دیگه اونا حجیت نداشته باشد گفتیم که اگر با دلیل قطعی اثبات شده باشد خب اونا حجت ندارد اما اگر به دلیل قطعی نسخ اون اثبات نشده باشد اصل عدم نسخ کاملا حجیت اون آیات را هم برای ما به اثبات میرساند و ما وظیفه داریم که طبق اون آیاتی که احتمال دارد نصر شده باشد به اونا هم باید عمل بکنیم انشاءالله در جلسه دیگر از باب دوم که بحث روایات خواهیم پرداخت و تا اون زمان شما رو به خدا بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو وارفع البلايا